قسمتمون دارا دارایی از موزیسین های خوب گیتار بیس و از مؤسسین گروه داماهی. بریم ببینیم ماجراش چیه. دارا جان سلام. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ ارادت شما خوب، این سر حال این بله. آقا با این اتفاقای ما و این اذیت و آزارا چیکار می‌کنین؟ نه ان شاء الله که حالا بتونم با آیپدم کار کنم در ادامه. آره آیپد دارا الان به خاطر ما افتاد زمین به شکست. نه یه ترکی خورد که هنوز یعنی رو LCDش نشون نداده که چه اتفاقی افتاده. امیدوارم به مرور زیاد میشه. لااقل بمونه. به مرور زیاد میشه خب باشه. احتمال داره دیگه. آره دیگه، حالا یه جا به جایی باز بخوره زمینو. آقا در همین ابتدای برنامه میخوام درگذشت استاد شجریان عزیز رو به تمام دستگاه‌ها، گوشه‌ها و نغمه‌ها به زبان فارسی و گویش‌هاش و به تمام کسایی که عشق در رگاشون جاریه تسلیت بگم و امیدوارم که روحشون شاد باشه. به نظر دارا جان در چه بستری آدمایی مثل استاد شجریان این چنین رشد میکنن؟ به نظر من اینجوری که از خلقیات ایشون میدونم، ایشون بسیار بسیار آدم سخت کوشی بوده. حالا غیر از استعداد و هوشی که داشته که واقعا به نظر من زیاد بوده، در کنار اون خیلی سخت کوش بوده و خیلی پشت کار داشته، خیلی علاقه من به یادگیری بوده و برای همین به نظر من توی یک لولی قرار میگیری که از بقیه متمایز میشه. از این نظر من فکر کنم علت اصلیش همه. بله روحشون شاد باشه. من میخواستم شما رو معرفی کنم. دارا جان شما اینقدر ماشاءالله خودت با استعدادی و از قدیم با همه کار کردید، نمیدونستم به چه چیزی اشاره بکنم. خیلی دوست دارم که برامون این سوال شاد کلیشه‌ای هم باشه برات که اصلا دارا از کجا شروع کرد و چی شد که به این ساز علاقه من شد و اینقدر درجه‌ای که با تمام گروه‌ها و آدم‌های سرشناس کار کرده و خودش هم الان صاحب یک برند بسیار خوبی شده دارا دارایی. مرسی عزیزم، خیلی لطف داری. قربونت برم. والا برای من موسیقی توی دوران کودکی خب به تشویق پدرم که دوست داشت من و برادرم یه سازی یاد بگیریم و خب برادرم از من کوچکتر ولی زودتر از من به موسیقی علاقه من شد و پدرم برایش گیتار خرید و شروع کرد به گیتار زدن. بعد مدتی منم علاقه من شدم. بعد در واقع پدرم خیلی دوست داشت که ما یه مقداری درست و روی یک اصول یاد بگیریم ساز رو. درسته. بنابراین ما رو گذاشت کلاس استاد بهمن نصری هر جفتمونو و اونجا شروع کردیم کار کردن. برادرم از نیمه های راه به خاطر سختگیری های استاد نصری جا زد ولی من یه ذره دیگه تحمل کردم که رسیدم به اون نقطه‌ای که واقعا لذت بخش بود و از اونجا به بعد در واقع با اشتیاق و خیلی با علاقه زیادی دنبال کردم کلاسه ایشون و ایشون هم در واقع یه جورایی خیلی با انگیزه و خیلی با دقت و وسواس به من ساز زدن یاد دادن، گیتار به من یاد دادن، گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک اینا. و بعد یه مدتی در واقع من شروع کردم با یکی دیگر دوستامون و آرش مقدم که الان درامر خیلی خوبیه بند کوچیکی درست کردیم که اون دوستم هم که گیتار میزد توی گروه، در واقع دوتا گیتار یه درامز بودیم و حس میکردیم که خب برای اینکه صدای بند یه صدای کامل تری بشه
شاید احتیاجه که یکی از ما دوتا گیتاریستا بیس بزنه. بیس بزنه. آره. و یه جوری چی میگم قسمت بود که این قرار اسمم بیفته. آره آره. و من در واقع بیسیست اون تریومون شدم. با اون تریو به صورت زیرزمینی کار میکردیم، صحبت مثلا مال سال 74. اون موقع به صورت زیرزمینی کار میکردیم. منم خب برای بیس هیچ وقت معلمی نداشتم. اون موقع اصلا نمیدونستم که آیا بیسیست دیگه ای تو ایران هست که من بخوام ازش یاد بگیرم چیزی یا نه. بعدش در واقع اینجوری شد که من آروم آروم خودم همون چیزایی که روی گیتار بلد بودم و اون چیزایی که از موسیقی یاد گرفته بودم رو بیس پیاده کردم. میگم با اون بندمون در واقع چند تا کنسرت خصوصی دادیم، یه آلبوم ضبط کردیم و خب من بیسیست بودم در تمام اون دوره، تا اینکه در واقع رسید به سال فکر میکنم 77 اگه اشتباه نکنم، یا 76 77، که من کنسرت گروه آویژه رو دیدم. بابک ریایی‌پور خیلی منو تحت تاثیر قرار داد، همونجور که خیلی از بیسیستای ایران تحت تاثیرش بودن، منم همینطور. و پیش ایشون هم چند جلسه کلاس برداشتم، خیلی کلاس ایشون هم برام مفید بود از این نظر که بهم یه اعتماد به نفسی داد و یه سری تکنیک های خاصی که بلد نبودم رو یه مقداری از ایشون یاد گرفتم. و بعد دیگه خیلی با چی میگن با انرژی زیادی به صورت خودآموز ادامه دادم و همینجور در واقع رقم خورد لحظه به لحظهش امروز. بله، از ارتباطات، از در واقع شبکه‌ای و که به هر حال به وجود میاد توی روابط کاری و اینا. خب من از این کار به اون کار معرفی میشدم، ازم درخواست میشد، پیشنهاد میشد و به تدریج در واقع هی این دامنه گسترده تر شد تا اینکه در واقع یه مقداری شناخته تر شدم. بسیار عالی. برادرتون بعدن که تو کارتون پیشرفت کردین علاقه من نشد که چرا؟ بده؟ چرا اتفاقا ایشون هم خیلی علاقه من تر شد بعد از یک مدتی و خودش باز شروع کرد به گیتار زدن و خوندن، رفت کلاس برای خوندنش، در حال حاضر در واقع داره روی صداش کار میکنه. البته شغلش چیز دیگه ایه، موزیکی خب قطعا نیست شغلش، ولی برنامه هایی داریم برای اینکه موزیک با هم درست کنیم و ایشون بخونن، من مثلا آهنگسازی کنم، تنظیم کنم از این کاره. خیلی جذاب میشه. شما خودتونو به موسیقی نواحی ایران وفادار میدونید، میخوام بدونم که ریشش از کجاست، به نظرت این نوع موسیقی به بلوغ رسیده یا راه زیاد داره؟ ولی من نسبت به این سوالتون واقعا خودم اینقدر صاحب نظر نمیدونم که بخوام در واقع نظر خیلی محکمی روی این سوال شما بدم. من فقط میخوام بگم که هر موسیقی که حس و حال زیادی توش وجود داشته باشه و واقعا از روح اومده باشه، از روح آدم ها سرچشمه گرفته باشه، تأثیرش رو روح بنده میذاره و موسیقی نواحی ما هم به نظر من این روح خیلی توش به خاطر مسائل اجتماعی، مسائل جغرافیایی و همه چیزهایی که دست به دست هم میده، این روح توی موسیقی نواحی وجود داره و خب من یکی از علاقه ها دنبال کردن موسیقی های هر ناحیه از ایران. خیلی جذابه. خب این ریشش برمیگرده به همون سفرهایی که شما حالا به نوعی به جنوب داشتید یا به شهرهای مختلف داشتین و ازش متأثر شدین، تأثیر گرفتین؟
ببین من خیلی راستشو بخوای غیر از هرمزگان خیلی توی ایران نگشتم که بخوام در واقع بگم جاهای مختلفی و من نسبت بهش سررشته دارم یا میشناسم موزیکشون رو. میتونم بگم تنها جایی که یک مقداری بیشتر از جای دیگه نسبت بهش آشنایی دارم در واقع هرمزگانه، در شامل بندرعباس، قرش، موسیقی اون خطه رو بیشتر، اونم به خاطر در واقع دوستی که با رضا کولروانی در واقع رقم خورد چند هلوش 10 سال پیش و ایشون خیلی به من در واقع معرفی کردن و خیلی به من آشنایی دادن. آروم آروم در واقع این آشنایی طی این 10 سال نسبت به جاهای دیگه ایران خب توی این منطقه توی من شکل گرفت. خیلی جذابه. فکر میکنم شما فستیوالا و موسیقی های جنوبی رو هم همه رو دنبال میکنید. فستیوال کوچه حالا پارسال به خاطر کرونا میدونم که کنسل شد، درسته؟ اون البته توی بوشهر بود که خب بله متاسفانه این فستیوال کنسل شد پارسال، ولی خب یکی از اتفاقای باحال واقعا توی جنوب ایران. بله واقعا حال هوای خیلی خاصی داره، فوق‌العاده است. بله دارا جان به ما بگین که چی شد که داماهی داماهی شد و یه مقدار برام از داماهی توضیح بدید. البته حالا ما اعضا رو میشناسیم ولی حالا اونایی هم که بخوایم به هم بیشتر معرفی بکنیم به جز رضا کولغانی عزیز و حمزه و احسان گودرزی، و برام یه مقدار از داماهی توضیح بده لطفا. بله داماهی در واقع همکاری بود که یک مقداری شکل گرفت، چون میگم من از اون سالی که در واقع با رضا رفاقت کردیم و معاشرت کردیم و سفر رفتیم اینا، بله هیچ وقت فکر نمی کردیم که بخوایم کار حرفه‌ای با هم انجام بدیم، ولی خب با هم موزیک میزدیم. معمولا توی این سفرهایی که با هم میرفتیم یه گیتار همراه من بود، رضا هم با هم بودیم، کمپ میکردیم، معمولا با یه گروهی از دوستامون کمپ میکردیم، بعد من و رضا دائم با همدیگه میگشتیم یه جایی، مثلا دوتایی میشستیم، من گیتارم و همینجوری باشی پروگرشن هایی درست میکردم، بعد رضا بر اساس اون حسی که از اون پروگرشن میگرفت یه ملودی رو، حالا یا اون ملودی در واقع ملودی از قبل ساخته شده بود، مثل یه کارهایی مثل آهنگ گوشواره یا دخترک که موزیکایی هم که دقیقا توی اون سفر اولی که ما با هم رفتیم همینجوری شکل گرفت و رضا اومد این آواها رو خون، ما به تدریج در واقع یک شکلی دادیم، بعد دیدیم چقدر باحال شد و اینا، کاش بشه اینا رو یه روزی در واقع اجرا کرد. البته با رضا من یکی دوتا کنسرت دادم، یه کنسرتی بود که خودم با گروه خودم در واقع بود که رضا اومد یکی دوتا ترک با ما همراهی کرد، یه کنسرت تریو دیگه من با ماهان میرو و شایان فتحی داشتم، رضا باز اونجا اومد یه کاری رو خوند. در واقع این کارهای جسته گریخته انجام شد تا اینکه در واقع گفتیم نه بیا یه ذره جدیتر راجع به این قضایا کار کنیم، شاخ و برگ بهش بدیم. بله فکر میکردم که واقعا پتانسیل این قضیه هم تو رضا به عنوان یه آرتیست قوی هستش، به نظر من رضا خیلی با استعداده و خیلی میتونه پیشرفت بیشتری هم بکنه. بحران شدم از بوسه ایجاد شونده، پایان غم انگیز خودم منتظرم، هم میترسم از اون لحظه فرهاد شونده. در واقع اینا باعث شد که ما یکم جدی بشیم و بعد
گفتیم خب حالا چی کار کنیم که در واقع این شکل یه ذره جدیتر بره جلو. گفتیم باید خب یه آدم های اضافه بشن. خب ابراهیم علوی که عود و گیتار میزد دوست رضا بود که من دیده بودمش توی یکی دوتا سفر و با هم ساز هم زده بودیم. من خیلی دوست داشتم تاچش و حسش رو روی گیتار و عود هر جفتش. در واقع رضا از من از رضا خواهش کردم به ابراهیم زنگ بزنه. خودم هم به حمزه یگانه تلفن کردم که با حمزه هم سالها قبل کار کرده بودم و خب موزیسین به نظر من نابغه ایه حمزه. و در واقع ما احتیاج داشتیم به یک آدمی مثل حمزه که در واقع با اون دانشش و علمی که داره نسبت به مسائل هارمونیک و کلن فرم تو موسیقی به ما کمک کنه توی تنظیم این کارا، توی شکل دهی موسیقی و خب آهنگسازی که رشته اصلی حمزه هستش. و حمزه هم خدا رو شکر اومد و با شور و علاقه با ما همراه شد، خیلی به ما کمک کرد. یعنی خیلی از صدایی که الان داماهی میده به نظر من مدیون حضور حمزه است این گروه. و در واقع اینجوری رقم خورد این همکاری ما. ولی اینکه حالا چجوری توی دل کار ما چه مسیری رو شروع کردیم و آروم آروم مسیرمون چقدر تغییر کرد، اینا خب یه بحث دیگه‌ایه. ما توی قدم‌های اول بیشتر هدفمون این بود که موسیقی فولک اون خطه رو بتونیم یه جوری ری ارنج کنیم، دوباره تنظیم کنیم، دوباره بازآفرینی کنیم، یه چیزایی بهش اضافه کنیم، حتی تغییراتی توش بدیم، اینا رو در واقع بذاریم تو آلبوم داماهی. و خب حالا مثلا قطعات اورجینال و اینا هم مد نظرمون بود. خب به هر حال باید اون تعداد موسیقی که میخوایم توی آلبوم بذاریم و جور میکردیم. واسه همین آهنگسازی هم کردیم، هم من هم حمزه آهنگسازی کردیم برای آلبوم اول. و آلبوم اول رو داریم بیرون که به نظر من آلبوم خوبیه. آلبوم اول خیلی من دوست دارم این آلبوم رو. و این رو هم بگم که بسیار نقش شایان فتحی به عنوان یه پرودیوسر بسیار حرفه‌ای و یه موزیسین فوق‌العاده توی این آلبوم خیلی مشهوده. در واقع این با این نگرش آلبوم اول رو ریکورد کردیم و در ادامه دیدیم که واقعا دوست داریم این کار یه مقداری مخاطب بیشتری جذب کنه که بتونیم واقعا هم از بعد اقتصادی، هم از بعد در واقع شناخته شدن گروه، معرفی این موسیقی توی یک دامنه بیشتری بتونیم در واقع یک کاری بکنیم که این اتفاق بیفته. که از اونجا یه مقداری خطمون رو تغییر دادیم، از اونجا یه ذره اومدیم روی بیشتر شاید اشعار فارسی. البته اون رگ و ریشه‌های جنوبیمون رو حفظ کردیم تا حدی که میشد. و در واقع آلبوم دوم رو دونه دونه ترکاش رو ساختیم و یک دوتاش رو دادیم بیرون قبل از اینکه آلبوم بیاد بیرون. و در واقع با این رویکرد جدیدمون یه ذره موسیقیمون هم تغییر کرد توی آلبوم دوم. و فکر میکنم موفق‌تر هم بود داراجا. بله من هم فکر میکنم که شاهد موفقیت چشمگیر بودیم از شما. بله حالا داماهی در واقع جزء بندایی نبوده که در واقع توی مدت کوتاهی محبوب بشه. بله کاملا نمیتونه مثلا این مخاطب خیلی زیادی پیدا کنه. داماهی هی قدم به قدم محبوبیتش زیاد شد به نظر من. که این و علت موندگار شدن هم من فکر کنم همینه، آسه آسه یواش یواش موندگاریش، که البته به فعالیت ما خیلی ربط داره. اینکه ما موندگاری رو بخوایم حفظ بکنیم
برای در واقع به ما خیلی برمیگرده که چقدر کار کنیم و چقدر توی صحنه باشیم، چون واقعا اینجوریه که الان شما به عنوان یه هنرمند، حالا غیر از اینکه باید موزیک خوب درست کنید، باید بتونید توی رسانه ها حضور داشته باشین و در واقع اون بخش تصویری داستان خیلی مهمه، بخش خبری داستان خیلی مهمه. بنابراین این موندگاری که شما گفتین یه بخشیش به نظر من به این برمیگرده که ما چقدر از حالا به بعد منسجم متحد بریم جلو. خدا رو شکر زمینش خیلی وجود داره، یعنی دوستی بین ما قد زیاده و قد لذت میبریم از همکاری با هم دیگه که این زمینه وجود داره. چقدر خوب، امیدوارم که پایدار بمونه دارا جان. مرسی. و برامون از کار جدید یا آلبوم یا حالا ترکی چیزی هستش که بخوایم بگین صحبت بکنین در موردش؟ بله بله، ما موزیک چند تا ساختیم، یکیش آماده است تقریبا توی مرحله میکس، امیدواریم که بتونیم زود کاراشو بکنیم. دوست داریم اگه بتونیم با یک کلیپ حتما این موسیقی رو همراه کنیم. بله به نظر من به صورت سینگل ترک میاد یا آلبوم؟ فعلا بله، فعلا به صورت سینگل ترک. چند تا ترک ما میخواییم منتشر بکنیم. آره هست، کار آماده داریم، کار در مرحله ساخت داریم، در مرحله یه مقدار ایده هایی که داریم روش کار میکنیم داریم و اینا رو میدیم آروم آروم بیرون. بسیارم جذاب، منتظریم استوری ببینیم که چه اتفاقی میفته و ما رو هم خوشحال بکنه. حتما حتما. دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوونه نباشی. باز کنم عمر عزیزم در خون، یه عمر کسی در بزنه خونه نباشی. دارا جان، به نظرت موسیقی کلاسیک ایرانی باید به دو دسته موسیقی سنتی و یا موسیقی با حال و هوای ایرانی با فرم امروزی تقسیم بشه؟ یعنی موسیقی شما در چه تیتری میگنجه؟ موسیقی ما شاید در همون تیتر دوم بگنجه که گفتید، در واقع یک جان کاملا ایرانی توی موسیقی ما وجود داره و دوست داریم این باشه. البته نه به اصرار که حالا حتما بذاریم چیزهایی که میاد از همون حتما باید صدای موسیقی ایرانی بده، نه، ولی چون یه مقداری این قضیه برامون جدیه و خیلی وقته که ذهنمون رو درگیر کرده، خب چیزهایی که معمولا میسازیم خب توی چیزهای مختلف قرار میگیره، توی صدادهی های مختلف ممکنه قرار بگیره، ولی یه تعدادی از اینا میشه اون هسته اصلی موزیکایی که فکر میکنیم به داماهی نزدیکه. یعنی من مثلا با عنوان یه آهنگساز ممکنه که در طول سال بارها یک ایده‌هایی رو شروع کنم به ضبط کردن، حتی مثلا در حدی که با موبایلم یه چیزی ریکورد کنم و مثلا موقع تمرین یهو به یه جایی میرسی، به یک حرکتی میرسی که فکر میکنی اینو باید نگهش داری، سریع ریکوردش میکنی، ولی یه تعدادی از اینا به نظر خودم مثلا بیشتر به داماهی نزدیکه، بنابراین اینا رو میارم با بچه ها مطرح میکنم و شکلش میدم به صورت ایده های اولیهی که میشه موزیکای داماهی. همجور رضا اینجوریه و حمزه هم همینطور، ابراهیم هم همینطور. حالا در واقع این میشه اون بستر اولیه‌ای که ما می‌خوایم موسیقیمون رو روش بنا کنیم.
و بعد حالا میایم توی لایه‌های مختلفی که می‌خوایم به این موسیقی اضافه کنیم. خب به خاطر سازبندیمون، به خاطر سلیقه‌هامون، به خاطر چیزایی که بلدیم تو موسیقی، اون شکلی که روی اون بستر درست می‌کنیم بیشتر حالت موسیقی مدرن‌تر، موسیقی که یه مقداری هارمونیکه، یه مقداری برگرفته شاید از ژانرهای یه ذره غربی تره، یه ذره از موسیقی‌های جای دیگه الهام گرفته توش شکل میگیره و اینا میشه در واقع ابزار ما برای اینکه یک شکلی به اون ایده هامون بدیم که در نهایت واقعا برامون چی میگن make sense بکنه، برامون اون اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرن یکی باشن و از توی دل هم بیان بیرون. این خب خیلی نکته مهمیه توی تنظیم تولید کردن موسیقی، اینکه اجزای موسیقی واقعا توی هم تنیده بشن و یک واحد باشن موقعی که دارن به صورت یک موسیقی از یه منبعی میان به آدم میرسن. بله خیلی هم جذاب میشه. بله. فضای موسیقی ترفیقی محدودیتی در تکنیک های اجرایی در گیتار بیس نداره؟ ببین من راستش خیلی بیس رو الان به صورت یک سازی که بخواد خیلی تکنیکی توی این موسیقی ها عمل کنه نمیبینم راستش رو بخواد. هیچ وقتم شما اگه موسیقی داماهی رو گوش کنید حرکت های خیلی در واقع جلوه‌گرانه ای از بیس نمیشنوید. بیس میاد و اون قسمتی که باید توی موسیقی پر بکنه رو پر میکنه و اساسا من خیلی خودم رو بیس پلیر تکنیکی نمیدونم. خیلی خب چیزایی رو بلدم، تکنیکایی رو میدونم و میتونم به کار ببرم در مواقعی که لازمه، ولی واقعا اجازه میدم که خود موسیقی به من بگه که اینجا واقعا تکنیکی لازمه، آیا لازمه که بیس در واقع خودنمایی بکنه، بخواد در واقع بیاد یه مقداری بیشتر بیاد جلو یا نه توی همون ناحیه‌ای که توی موسیقی باید داشته باشه توی اون محدوده حرکت کنه. من راستش بخوام یه مقداری این چیزها رو برام خیلی مهم شده جدیدن، یعنی جدیدن که میگم ظرف واقعا این 7-8 سال گذشته خیلی برام مهم شده که واقعا بتونم ساز خودم رو از بیرون بشنوم، یعنی موقعی که دارم یه چیزی ریکورد میکنم یا دارم حتی رو استیجم دارم با یه خواننده‌ای حتی ساز میزنم، با یه بند دیگه‌ای دارم ساز میزنم، خیلی دوست دارم بتونم در واقع گوش خودم رو بیرون قرار بدم از موسیقی و بتونم ساز خودم رو از توی دل اون اجزای دیگه و در ارتباط با اجزای دیگه بشنوم و این خب خیلی تأثیر گذاشته رو انتخاب نوتای من، رو سلیقه من، روی حتی کششی که به نوتام میدم، به داینامیکی که ایجاد میکنم، به تکنیکی که استفاده میکنم. این نگرش به نظر من میتونه در آینده پخته تر بشه توی من و از این جهت مثلا شاید من بتونم یک ستایلی یا یک زبونی رو در واقع برای خودم جا بندازم، اینکه بتونم واقعا به موسیقی سرویس بدم، کمک کنم در خدمت موسیقی شدم. نه این سوال هم به خاطر این پرسن چون یه عده معتقدن که بیس تو موسیقی ایرانی و تلفیقی باید با نوتهای تونیک فضا ایجاد کنه نه بیشتر،
به خاطر این سوالو پرسیدم که خواستم بدونم که شما خودتون این به نظر من بزنید. این به نظر من خیلی به ایده های ارنجمنت بستگی داره و اساسا این که بیس داره توی چه آنسامبلی در واقع کار میکنه. اگر مثلا بیس داره توی یک تریو فرض کنیم، مثلا یه خواننده، یه مثلا پرکاشن و یه بیس، یا مثلا یه ساز ایرانی، یه پرکاشن، یه بیس در این چیز قرار میگیره، خب باید ببینیم که توی این آنسامبل به این خلوتی در واقع نقش بیس چه جوری میشه. بعد اگر مثلا بیس توی یک گروه بزرگتری قرار گرفت، توی گروهی که مثلا سازهای هارمونیک اومدن توش، مثلا پیانو، کیبورد، گیتار، اینا توش قرار گرفت، اونجا باید چی کار بکنه. در واقع به نظر من به لاین اپ اون بند، به ارنجمنت اون بند خیلی ربط داره، تکنیک ها و کارهایی که میشه با بیس انجام داد. یعنی خب بیس به نظر من ساز نسبتاً کاملیه، چون هم میشه در واقع محدوده نوتای بمو باش پوشش داد که خب کار اصلیشه، همیشه باش کورد زد مثل گیتار، البته خب با یک تغییراتی و با یک در واقع وایسینگای خاصی میشه باش کورد زد و میشه ملودی و سولو هم زد باش و اینا همش یه محدوده ای به این ساز میده که به نظرم قابلیت این سازو خیلی میبره بالا و این بسته به ژانر نیست. توی هر ژانری بیس میتونه کارهای زیادی انجام بده، ولی این کارهایی که باید انجام بده در واقع باید با توجه به ارنجمنت و توجه به اینکه چه اولویت هایی توی اون لایه های موسیقی وجود دارن با این ایده در واقع انجام بشه این کار. حالا به نظر شما تکنیک یا موزیکالیته کدوم موقع نوشتن بیس لایناتون در اولویت قرار میدین؟ من فکر کنم با همین تعریفی که گفتم از مسیری که فکر میکنم برای اینکه یه بیس لاین روی کاری بزنم، فکر کنم قشنگ معلومه که واقعا به تکنیک توجه زیادی نمی کنم. واقعا تکنیکم رو در واقع میارم توی بستر موسیقی قرار میدم، واقعا از تکنیک به صورت یک صدا استفاده می کنم. اگر که یه جایی سلپینگ اون بافت و اون فرکانس هایی رو ایجاد میکنه تو موسیقی که به موسیقی داره کمک میکنه، پس سلپینگ واردش میشه، ولی فقط برای اینکه نشون بدم من بلدم سلپ بزنم یا در واقع بخوام هیجان اضافی تولید بکنم، نه این انتخاب رو انجام نمیدم. تکنیک ها رو با توجه به طبیعتشون و اینکه اون تکنیک چه حسی توی من و شنونده ایجاد میکنه و چه تأثیری توی اون موسیقی میذاره، بر این اساس سعی میکنم انتخاب کنم. ایدم این خیلی هم عالی. بله. سولوی ایرانی هم داریم دارا جان؟ بیس سولوی مثلا یه وقتی یه بیسیست ایرانی بزنه خارجی رو بگن چقدر ایرانی داره میزنه بیسشو. ببین من راستشو بخوای همیشه خودم خیلی دوست داشتم مثلا با بیس فرتلس بتونم یک کاری بکنم
که یعنی بتونم در واقع یک دامنه لغاتی درست بکنم و یک چیزایی رو از موسیقی ایرانی بیارم توی موتیف هایی که حالا به عنوان حالا سولو یا هر چیز بیسلاین کلن خیلی دوست داشتم اینو توی بیس زدنم بیارم. یه جاهایی هم در واقع این کار رو انجام دادم توی یک چی میگن توی همکاری هایی که با موزیسین های مختلف داشتم یه جاهایی موفق بودم که این کار رو بکنم. هیچ وقت اونقدر زمان روش نذاشتم و اونقدر اینو توی میگم دامن لغات خودم نیاوردمش، در حد یک اشاره هایی بوده و در حد یک القاعاتی که یه بیس انجام بده. من راستشو بخوای نوازنده دیگه‌ای رو خیلی سراغ ندارم که به این قضیه در واقع توی در واقع بیسیستی رو سراغ ندارم که خیلی پرداخته باشه به این قضیه، ولی گیتاریست سراغ دارم. گیتاریستایی مثل پویا محمودی که به نظر من جزو اولین آدمایی بود که داشت این در واقع انتقال و صورت میداد، یا حتی توی دوره آرش میتویی این کار رو داشت میکرد با آلبوم فکر کنم دومش. و خب گیتاریستایی هستن که این کار رو انجام میدن. ماهان میرعرب این کار رو خیلی به خوبی داره میبره جلو و فوق‌العاده است اون کاری که داره انجام میده. ولی میگم بیسیست خیلی نه من سراغ ندارم، ایرونی البته، ولی بیسیستای ترک خب دارن این کار رو موسیقی مقامی خودشون انجام میدن و هستش توی ترکیه، توی آذربایجان بیس پلیرهایی هستن که این کار رو انجام بدن، ولی تو ایران من راستش رو بخواین هنوز سراغ ندارم کسی. بسیار عالی. دارا جان راه و روشی داریم تا بقیه گروه ها از همین راه شما پیروی کنن و از این باطلاق موسیقی پاپ بی‌هویت و بی‌ترانه عبور کنن و با خلاقیتشون رنگ جدیدی به موسیقی ایرانی بزنن؟ والا چیزی که به ذهنم میرسه اینه که کلن حالا من کاری ندارم که حتما واقعا همه این گروه ها باید بیان روی یک بخشی از موسیقی ایران کار کنن، روی صدای ایرانی کار کنن. اصلا همچین تزی رو من به عنوان یک ارزش خیلی مهم نمیدونم که بخوام بگم نه همه موزیسین ها برن سراغ یک صدای ایرانی توی موسیقیشون. نه، من تنها چیزی که میگم اینه که واقعا به اون چیزی که میخواید تولید بکنید واقعا از تمام وجود بهش باور داشته باشیم و با تمام وجود بشناسیمش و همه چیزو با حساب کتاب کنار هم دیگه قرار بدیم. این حساب کتاب میتونه بودای تکنیکی، بودایی که مربوط به خود علم موسیقی میشه باشه، میتونه به بودای یه مقداری مضمونی، به چیزایی که مربوط به نگرش شما میشه، مربوط به بله. اون نگاه شما میشه که توی لیریکس میتونه نمود پیدا کنه. به اینا خیلی توجه کنید و خیلی به نظر من مهمه که همه چیز همدیگر رو کامل کنه و همه چیز دلیل وجود همدیگه باشه توی یک موسیقی وقتی تولید میشه. قطعا این موضوع برای شما به عنوان یه موزیسین و یه هنرمند قدیمی خیلی دغدغه منتره که الان وضعیت پاپمون چجوری شده، وضعیت هیپ هاپمون چجوری شده و یه سری ها الان خب نسلای جدید داریم که دارن موسیقی جدید گوش میکنن و خب چه خوراکی دارن اینا میگیرن دیگه، میدونین؟ یعنی این دغدغه این چند وقت مصاحبه من علی خصوص با اونایی که موزیسینن، راهکار چی؟ چی کار باید کرد؟ یعنی این وضعیت الان همین جوری که داره میره مثل یه قطاری شده که همین جوری ترمز بریده و داره میره جلو. ببین به نظر من این چیزی که شما میگین خیلی وجه داره و خیلی
عوامل باعث میشن که در واقع موزیک تو یک صحنه ای جلو بره یا پس رفت کنه یا درجا بزنه یا هر چی. ببین قضیه پاپ که من کاملا با شما موافقم، یعنی به نظر من اون اتفاقی که داره میفته به نتیجه خوبی نخواهد رسید و تک و توک واقعا شاید تو این بخش موزیکایی تولید بشن یا آرتیستایی ظهور پیدا کنن، خواننده‌هایی پیدا کنن، ظهور پیدا کنن که در واقع بشه کاراشون رو ارزشمند تلقی کرد و بشه بهشون مثلا نمره خوبی داد. توی این بخش من راستش اصلا چون خیلی موسیقی پاپ هم پاپ ایرانی اون چیزی که الان به اسم پاپ هست اونو گوشم نمی کنم، واقعا امیدی هم خیلی بهش ندارم که با این وضعیت واقعا نتیجه باحالی بگیرم. توی قسمت های دیگه راجب هیپ هاپ نظرم این نیست که داره مسیر پاپو میره. البته من هیچ وقت باز هیپ هاپو آنچنان دنبال نکردم، ولی به نظر من یکی از ژانرهایی که تو ایران خیلی خوب، به قول یکی از دوستان خیلی حرف جالب میزد، میگفت خیلی خوب بومی شده هیپ هاپ نسبت به موسیقی های دیگه، مثلا به نسبت راک توی ایران با شعر فارسی خیلی خیلی خوب خودشو آداپته کرده، خیلی نزدیکتر به اون چیزی که باید باشه. راکستارا اینقدر محجورن تو ایران برخلاف سبک موسیقیشون، خیلی در خفان و انگار نمیدونم چجوری تعبیرش کنم و تشبیهش کنم به شما بگم، اعتراضشون اونجوری مثل هیپاپیا نیست. میدونین مثلا تا یه جا سرکوب میشن میشینن و یا دیگه مثلا کاری نمیکنن و دنبال نمیکنن، پیگیری نمیکنن، ولی هیپاپیا اینجوری نیستن. هیپاپیا همینجوری ادامه میدن، شروع میکنن، میرن جلو. باز میدونین من یه همچین چیزی احساس کردم تو این چند سال. نمیدونم واقعا، من نمیتونم راجع به این چیزی که شما میگین بگم باش موافقم یا مخالفم، ولی در کل به اون نتیجه وقتی مقایسه میکنم میزان آداپته شدن و بومی شدن موسیقی راک رو با در واقع رپ یا هیپ هاپ میتونم تشخیص بدم که توی هیپ هاپ خیلی این روند درست تر جلو رفته. نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا، چون ریشه موسیقی راک تو ایران حتی قدیمی تر هم هست، به قبل از انقلاب برمیگرده، به سالها قبل از انقلاب برمیگرده. در واقع اون موجی که از دهه 70 و 60 توی غرب داشت میرفت جلو همونجا وارد ایران هم شد، ولی نمیدونم واقعا چرا در واقع خیلی هنوز نمیشه توی این بخش با اعتماد به نفس کامل آدم بره جلو. البته که موسیقی خیلی باحالی تولید شده تو ژانر راک تو ایران، ولی میگم راجع به کلیت داریم صحبت میکنیم. بله. حالا برگردیم به اون چیزی که شما داشتیم میگفتیم، در واقع چی باعث میشه که یه موسیقی توی مملکت پیشرفت بکنه یا نه. عواملی که به ذهن من میرسه یکی این که واقعا موزیسین ها قدرت در واقع شانس ابراز خودشون رو داشته باشن، شانس آزمون و خطا و بازخورد گرفتن عینی داشته باشن از مخاطبشون. به نظر من این خیلی 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 مهمه و میتونم بگم که این اتفاق آروم آروم در حال شکلیه. اتفاقا بنده بدبین نیستم، بنده وضعیت موسیقی ایران رو میگم، راجع پاپ حرف نمیزنم، به طور کل از سالهای گذشته بهتر میبینم وضعیت موزیسین ها رو، از لحاظ پیشرفتی که دارن میکنن تو کارشون بهتر میبینم. حداقلش اینه که یه چیزی به اسم یوتیوب هست، یه چیزی به اسم اینستاگرام هست
ما میتونیم خیلی راحت بفهمیم که یه بچه 14 ساله داره توی نیویورک یه جوری ساز میزنه که مثلا خب خیلی ایدئاله و ما میتونیم بفهمیم یا بری اطلاعات بروزتری میاد توی دست و بالمون، بنابراین خودمون رو میتونیم میتونیم. فواید کرونا بود؟ آره، اینکه تو کرونا واقعا اتفاقای باحالی افتاد. بله. حالا کلیتش که خیلی ناراحت کننده است، ولی اینکه موزیسیان ها توی فرصت پیدا کردن یه مقداری رو خودشون کار کنن، خب مطمئنن بعدن نتیجهش رو میبینیم. بعد از کرونا خواهیم دید که چقدر تغییرات اتفاق افتاده. ولی مثلا یکی از اتفاقات باحالی که داره میفته اینه که کافه ها دارن این امکان رو میدن که موزیسین ها بیان توشون اجرا کنن. این خیلی واقعا اینو نباید دست کم گرفت. به نظرم یکی از چیزایی که میتونه به مرور زمان نتیجه بسیار خوبی بده. و من همون شب جاز کافر هم که شما برنامه داشتیم اونجا رو یادم، اون شب خیلی فضای خوبی بود و خیلی خوب استقبال شده بود از این موضوع. بله، اصلا به نظرم خیلی خیلی مهمه که یک فرهنگ موسیقیه، حالا ما کلاب نداریم، توی کافه میریم اجرا میکنیم، ولی همون فرهنگ بیاد توی موسیقی و جدیتر بشه و به نظرم این بخش نتیجه خودشو خیلی میتونه بعدن خوب نشون بده. در کل میگم وضعیت موسیقی ایران رو من بعد به هیچ وجه نمیبینم، خدا رو شکر. خیلی خوبه. بله، بسیار عالی. یکی از بیسیست های قدر قدرت ایران نفتی هست که به اونایی بگی که به سمت این ساز کشیده میشن. قدر قدرت خوب آها هستی دیگه، چرا میخوای بگی نیستی؟ عرض به خدمتت که چیزی که دارم بهشون بگم اینه که همین واقعا وقتی که این ساز رو انتخاب کردین بدونین که اولا شما در درجه اول به عنوان یک سایدمن هستید، یعنی شما در واقع با توجه به روحیاتی که دارین ممکنه سراغ ساز برین، درسته؟ یه خواننده، حالا نمیگم این خیلی نکته در واقع تعیین کننده ایه، ولی با توجه به ویژگی های کاراکتریش، ویژگی های روانیش شاید این چیز رو داشته باشه، این اشتیاق رو داشته باشه که توی در واقع فرانتمن باشه و بیشتر توجه روش باشه، یا حتی مثلا یه گیتاریستی که مثلا گیتار الکتریک میزنه شاید این کاراکتر و این روحیه رو داشته باشه که در واقع سراغ این ساز رفته. میدونی چی بهت میگم؟ ولی خب بیس جاش مشخصه توی بند همیشه خیلی هم باش شوخی میکنه. آره، در واقع یه جاییه که خیلی خیلی اصلا نمیشنونش با بیسیست، مثلا همیشه شوخی زیاد میکنه. این چیه مثلا؟ کدومه اصلا؟ چرا صدات نمیاد؟ من مثلا مامان خودم مثلا یه مدتی به من ساز تو کدومه مثلا، کجاش کدومه دقیقا، میدونی چی بهت میگم؟ در واقع با این ویژگی که این ساز داره در واقع ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که
توجه خیلی زیادی بگیریم به صورت حالا هم حقیقی هم مجازی فلان. ما کاری که باید بکنیم اینه که جامونو درست توی موسیقی داشته باشیم و اون وظیفم اون رو به عنوان بیس پلیر در وهله اول درست انجام بدیم، که توی بخش ریتم و بخش هارمونی طبقه بندی میشه و تولید لو اند و فرکانس هایی که برای موسیقی لازمه و عمق میده به موسیقی، این رو باید در نظر داشته باشیم. برمیگردم به اون همون حرفی که زدم، واقعا آروم آروم اگر این دیدو ندارین، این دیدو داشته باشین که صدای سازتون رو از بیرون گوش کنین، در ارتباط با اجزای دیگه موسیقی گوش کنین، یا زمانی که دارین با یه بند میزنید واقعا توجه داشته باشین به اتفاقایی که دور و برتون داره میفته. چشاتون رو نبندین، دائم به چهره دوستاتون که دارن با تو موزیک میزنن نگاه کنید، به چیزی که دارن، به انرژی که دارن به سمت شما میدن توجه کنید، جوابگوی خوبی باشین برای اون انرژی و زیاد گوش بدین، زیاد گوش بدین و در واقع هدفمند گوش بدید و تمرینم که حتما بکنید، زیاد تمرین کنید. بسیار عالی داره جان، زیاد عزیزتون نمی‌کنم. فقط به عنوان سوال آخر یه سوال همیشگی داریم که توی برنامه ازش میپرسیم، از مهمونامون میپرسیم. یه ماجرایی که از اون به بعد نگاهت به زندگی تغییر کرده رو برامون بگو، چون اسم برنامه ماجراست. یه ماجرایی که اول به ذهنت میرسه، حالا میخوام بهت راهنمایی هم بدم که مثبت باشه، خیلی باحال‌تره حالا تو این فضا که همه مقدار. یه ماجرایی که زندگیمو از اون به بعد تغییر داد. آره، حالا هم میتونه اون باشه، هم میتونه یه ماجرای فام باشه مربوط به اجراهاتون باشه. خب حتما چیزای زیادی هست ولی شاید الان حضور ذهن نداشته باشم. اولین چیزی که به ذهنم میرسه رو بهتون میگم و همون روزی بود که من تصمیم گرفتم بیسیست بشم به جای گیتاریست بودن، تصمیم گرفتم بیسیست بشم. اون ماجرا خیلی برام، اون روز به خصوص خیلی برام روز مهمیه و روز تعیین کننده ایه. خوب یادمه که در واقع همون هولوش سال 74 بود و یه آلبومی رو من گوش دادم همون شب همراه با دوستم کیارش و آرش مقدم، گفتم اون تریو رو داشتیم. بله. یه موسیقی رو گوش دادیم، بعدش تصمیم گرفتیم که سولو در واقع ایمپرووایز کنیم بر با الهام از اون موسیقی که گوش داده بودیم و اون شب خیلی واقعا بر حسب یک شاید اتفاق من بیس زدم و همون شب واقعا من تصمیم گرفتم که بیس باشم. آره، همون شب در واقع اون سیگنالایی که سیگنال و انرژی که از اون صدایی که از این ساز تولید میشد برای من قوی بود که واقعا تصمیم گرفتم که بیسیست بمونم به جای اینکه خب گیتاریست تر بشم، تصمیم گرفتم بیسیست بشم. آره، اون مثلا اتفاقیه که واقعا برام خیلی چیزه. یا مثلا چندین سال پیش من رفتم یک فستیوالی توی استانبول، خب و اونجا یکی از بندهای مورد علاقه‌مو دیدم که اجرا کردن و به قدری به اسم گروه جمیروکوای که بند انگلیسی دیسکو و اسید جاز هستن. درسته. اون کنسرت هم خیلی رو من تأثیر گذاشت و اصلا همونجا من گفتم آقا من واقعا دوست دارم که این مال خودمه. آره، یک کاری بکنم که همینقدر تمیز باشه و یه همچین تأثیری که این بند رو من الان گذاشت، این اجرا رو من گذاشت، من بتونم با آدم رو بذارم. اونم خب یکی از شبایی بود که برای من خیلی اتفاق جالبی. خیلی هم جذاب داره جان، خیلی ازت ممنونیم. ما یه برنامه دیگه هم داریم که
با وجود این کرونا متاسفانه نتونستیم دیگه ضبطش رو ادامه بدیم، ولی حالا به زودی اگر شرایط اوکی بشه ادامه میدیم به نام شوفر شو. خیلی دوست دارم الان پررویی کنم و از این فرصت استفاده کنم که از بند داماهی دعوت بکنم به اون برنامه و بتونیم یه مصاحبه با داماهی کلا داشته باشیم با بچه‌ها و بتونیم یه لذت ببریم دیگه. ببین من از طرف بقیه نمیتونم قول بدم چون در واقع ما تصمیم‌گیری گروهی میکنیم در مورد چیز، ولی حتما قول میدم که پیشنهاد این قضیه رو بدم به بچه‌ها و خودم جزء آدمایی هم که رأی مثبت میدم حتما. بله، به این کار انجام بدیم و خیلی ممنونیم ازتون. دارا جان خیلی متشکرم، امیدوارم که بتونیم میزبان خوبی باشیم برای شما بعدن و گروه داماهی و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن خیلی ممنون و متشکر. امیدوارم همیشه خوب و پرکار و سلامت باشین. در انتها اگر صحبتی دارین بفرمایید، در خدمتتون هستیم. منم خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. ممنون که به هر واقع منو دعوت کردین تو برنامه. خیلی لذت بردم از گفتگو با شما و امیدوارم در آینده با بندمون بتونیم در خدمت شما باشیم. سلامت باشین، حتما همینطوره. خوب و خوش باشین. مرسی از نگهدارتون. قربونت برم. خدا حافظ.